شاید باورش سخت باشه، ولی هیچ کدوم از این نقاشی ها کار ما آدم ها نیست، کار هوش مصنوعیه. امروز میخوایم در مورد انقلاب هنری هوش مصنوعی صحبت کنیم که احتمالاً باعث تعجبتون میشه. اول نشون میدم که چجوری میتونید خودتون خیلی ساده و سریع و رایگان به هوش مصنوعی دستور بدید که از این نقاشی ها براتون بکشه. بعدش توضیح میدم که اصلا هوش مصنوعی چجوری میتونه همچین صحنه های پیچیده‌ای خلق کنه. آخرش هم در مورد مشکلات و دعواهایی که ایجاد کرده صحبت میکنم. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخنورد کیوریاسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. شرکت‌های مختلف هوش‌های مصنوعی ایجاد کردن که کارشون به صورت تخصصی نقاشی کشیدنه. اینجا یکی از بهتریناشون رو انتخاب کردم به نام میدجرنی. فقط کافیه بهش بگید که دقیقاً چی نیاز دارید. تو چند ثانیه عکسای تحویلتون میده که ماهرترین طراحا ممکنه چند ساعت یا حتی چند روز زمان لازم داشته باشن تا بسازنش. برای کار با میدجرنی باید از شبکه اجتماعی دیسکورد استفاده کنیم. من رو کامپیوتر انجام میدم، اما یه ویدیوی کوتاه هم تو کانال گذاشتم برای موبایل. خب پس اول باید یه حساب کاربری دیسکورد بسازم و واردش بشم. اینجا اول دکمه اضافه کردن سرور رو میزنم، بعدش دکمه وصل شدن به سرور، بعدش هم روی این گزینه کلیک میکنم. حالا اینجا میدجرنی رو سرچ میکنم تا سرورش رو پیدا کنه، بعد انتخابش میکنم و واردش میشم. این بالا باید دکمه وصل شدن به میدجرنی رو بزنم تا بتونم باهاش کار کنم. اینجا یه تعدادی اتاق هست به نام نیوبیز، تازه کارها، که باید وارد یکی از اینا بشم. حالا کافیه تو این قسمت پایین بهش دستور بدم چی برام بکشه. روش دستور دادنش اینجوریه که اول یه علامت بکسلش میذاریم و کلمه ایمجین رو مینویسیم، یعنی تصور کن. بعدش با کلمات انگلیسی بهش میگیم چی بکش. مثلا من میخوام یه قلعه بکشه که شبیه قارچ باشه و رو ابرها قرار گرفته باشه. بکسلش ایمجین ا ماشروم کسل آن ده کلاودز. باید صبر کنیم تا این درصدش پر بشه. میبینید چه نورپردازی و رنگبندی فوق‌العاده‌ای داره؟ یا مثلا میگم یه فضانورد بکش که در حال اسکیت سواریه. یه کافه راه اندازی کردم، میخوام یه لوگو داشته باشم که تو پس زمینش از آتیش استفاده شده. یا مثلا میخوام یه چهره شیطانی از پوتین داشته باشم. تخیل خودتون رو رها کنید و هر چیز دیوانواری که به ذهنتون میرسه بهش بگید تا براتون بکشه. یه کار خیلی خوبم اینه که برید دستورات آدمای دیگر رو بخونید، ببینید با اون دستورات چی براشون کشیده. هرچقدر بیشتر با زبونش آشنا بشید، کارای بهتری تحویلتون میده. خب الان تو ذهن هممون این سوال پیش اومده که هوش مصنوعی دقیقاً چجوری میتونه همچین نقاشی‌های فوق‌العاده‌ای بکشه. رمز موفقیتش یادگیری ماشینیه. برنامه نویسا میان یه برنامه کامپیوتری با الگوریتم پیچیده مینویسن که قابلیت یادگیری داره. بعدش با یه تعداد خیلی زیادی عکسای مختلف تغذیهش میکنن. مثلا میلیون‌ها عکس گربه بهش میدن با اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف از زاویه‌های مختلف. هوش مصنوعی این عکس‌ها رو تجزیه تحلیل میکنه و ازشون یاد میگیره. متوجه میشه که وقتی یه چیزی نشونش میدیم که گوشاش این شکلیه، دومش این شکلیه، چشماش این شکلیه، اون یه گربه است. مرحله دوم اینه که خودش بتونه یه گربه بکشه. پیکسل‌های عکس رو جوری کنار هم بچینه که یه گربه دیده بشه. اما دیدیم که میدجرنی هر موضوعی که بهش بگیم انجام میده. از کجا تونسته تمام اینا رو یاد بگیره؟ جوابش اینترنته. در واقع سازنده های این هوش مصنوعی بعد از اینکه برنامه و الگوریتمش رو نوشتن، میلیاردها عکس مختلف که از اینترنت جمع‌آوری شده دادن بهش تا از رو اینا بتونه همه چیز رو یاد بگیره. هر عکسی هم که تو اینترنت قرار داده میشه یه اسم یا تایتل هم داره که موتورهای جستجو مثل گوگل ازش استفاده میکنن برای پیدا کردن عکس ها. پس این هوش‌های مصنوعی کارشون اینجوری نیست که از هر عکسی یه قسمتی بردارن بچسبونن به همدیگه و یه عکس جدید تولید کنن.
بلکه دقیقا خودشون اون تصویر رو میکشن. وقتی شما بهش میگی یه فیل بکش که پرواز میکنه، اون هم میدونه فیل چه شکلیه، هم میدونه پرواز کردن چجوریه. چیزایی که یاد گرفته رو پیکسل به پیکسل کنار هم میچینه تا اون صحنه ساخته بشه. برای همین چیزی که به شما تحویل میده رو جای دیگه‌ای پیدا نمی‌کنید، مخصوص خودتونه. اما هنر هوش مصنوعی راه زیادی اومده تا به اینجا رسیده. یکی از اولین هوش‌های مصنوعی نقاش آرون بود که سال 1973 توسط هارولد کوهن ساخته شد. سیستمش با روش یادگیری که تو میجرنی دیدیم خیلی فرق داشت. پیشرفت‌ها با سرعت کمی ادامه داشت تا اینکه سال 2014 یه گروهی از الگوریتم‌ها به نام شبکه‌های متخاصم مولد کشف شدن. الان خیلی از هوش‌های مصنوعی از همین الگوریتم‌ها استفاده می‌کنن، مثل میجرنی. یه سال بعد یعنی 2015 گوگل یه هوش مصنوعی ساخت به نام دیپ دریم یا رویای عمیق. سال 2021 شرکت اوپن ای آی یه هوش مصنوعی معرفی کرد به نام دالی که اسمش از نقاش معروف سالوادور دالی گرفته شده. اینم مثل میجرنی عمل میکنه، متن رو تبدیل میکنه به عکس. آگوست 2022 هم استیبل دیفیوژن منتشر شد که تو همین مدت کوتاه طرفدارای خیلی زیادی پیدا کرده، چون هم رایگانه هم اوپن سورس. نقاشیاش هم انصافاً عالیه. اما این وسط اختلافاتی هم پیش اومده که باید راه حل مناسبی براشون پیدا بشه. یکیش بحث کپی رایته. یعنی این نقاشیایی که هوش مصنوعی ایجاد میکنه امتیازش مال کیه؟ اون شخص یا شرکتی که هوش مصنوعی رو ساخته صاحب نقاشیاست یا خود هوش مصنوعی صاحب امتیازه؟ از طرفی دیدیم که هوش مصنوعی نیاز داره که از عکس‌ها و نقاشی‌های دیگران استفاده کنه برای یادگیری. بعضی از نقاش‌ها و طراح‌ها با این موضوع مشکل دارن. به هر دلیلی راضی نیستن که از آثارشون استفاده بشه برای یادگیری ماشینی. برای همین شرکت‌ها کم کم دارن یه روشایی ایجاد می‌کنن که هر کی دوست نداره بتونه آثار خودش رو حذف کنه. هوش مصنوعی حتی می‌تونه سبک نقاشی خاص یه هنرمند رو یاد بگیره و تقلید کنه که اینم باعث شده قضیه پیچیده‌تر بشه. اما مهمترین مشکلی که ایجاد شده بحث بیکار شدن آدم هاست. این عکسای فوق‌العاده‌ای که هوش مصنوعی تو چند ثانیه ایجاد می‌کنه، نقاش‌ها یا گرافیست‌های حرفه‌ای باید ساعت‌ها کار کنن تا بتونن بسازنش که دستمزد خوبی هم بابتش می‌گیرن. خب شما ترجیح میدی عکسی که نیاز داری رو کمتر از یک دقیقه به صورت رایگان دریافت کنی یا اینکه چند روز زمان ببره و پول زیادی هم بابتش بدی؟ این باعث شده بعضی از هنرمندا با هوش‌های مصنوعی نقاش مخالف باشن، چون از همین الان باعث بیکاری آدما شده. به هر حال این اولین باری نیست که همچین اتفاقی میفته. از زمانی که ماشینا وارد زندگی انسان شدن، هر چند وقت یه بار یه محدوده‌ای از شغلای آدما رو مال خودشون کردن. یه مثال جالبش همین دوربین عکاسیه که با اومدنش کار نقاش‌ها حسابی کساد شد. اون موقع هم بعضیا با دوربین عکاسی مخالف بودن. اما چه اتفاقی افتاد؟ اونایی که باهوشتر بودن شروع کردن از همین دوربین به عنوان یه ابزاری برای خلق هنرشون استفاده کردن. قلم رو کنار گذاشتن، رفتن سراغ یه ابزار مدرن تر. در مورد هنر هوش مصنوعی هم احتمالاً همین اتفاق میفته. سال 2022 یه شخصی به نام جیسون آلن یه نقاشی رو که با همین هوش میجرنی ساخته بودش روی تابلو چاپ کرد و نفر اول مسابقه هنرهای دیجیتال کلرادو شد. این قضیه صدای بعضی از هنرمندا رو در آورد، اما خود آلن عقب نشینی نکرد، چون نظرش این بود که درسته که هوش مصنوعی این نقاشی رو کشیده، اما من بهش گفتم که چی بکشه و چطور بکشه. حتی به بقیه نگفت که اون کلماتی که به میجرنی داده چی بوده که نتیجه شده این تصویر. جالب اینجاست که تو همین زمانی که بقیه درگیر دعوا سر این موضوع جدید بودن، این آدم اومد یه شرکت جدید زد برای فروش نقاشی‌های لوکس هوش مصنوعی. این همون اتفاقیه که تو طبیعت هم میفته. وقتی شرایط محیطی تغییر میکنه، اون گونه‌ای که منعطف باشه و خودشو با این تغییرات سازگار کنه باقی میمونه، بقیه حذف میشن. برای اینکه بدونید قضیه چقدر جدیه، یه نگاهی به این نقاشی‌ها بندازید. به میجرنی گفتن یه صندلی آووکادو بکش.
این چیزیه که اولین ورژن میدجرنی تحویل داده، این مال نسخه دومشه، این سوم، اینم چهارم. هر چهار نسخه تو سال 2022 منتشر شدن، یعنی فقط تو یه سال تونسته از این به این برسه. شاید بعد از گذشت چند سال به حدی پیشرفت کنه که دیگه عملاً جای تمام طراحی‌های انسانی رو بگیره. یه زمانی فکر می‌کردیم هوش مصنوعی سراغ هنر نمیاد، اما اشتباه می‌کردیم. تازه فقط هم سراغ نقاشی نرفته. یه هوش مصنوعی هم داریم به نام آیوا که آهنگ می‌سازه. این یکی از آهنگاشه. شرکت متا حتی از اینم جلوتر رفته. شروع به ساختن یه هوش مصنوعی کرده که متن بهش میدی، ویدیو بهت تحویل میده. شرکت گوگل هم از یه هوش مصنوعی به نام دریم فیوژن رو نمایی کرده که متن بهش میدی، مدل سه‌بعدی برات میسازه. حتی ممکنه به زودی هوش‌های مصنوعی به وجود بیان که خودشون بتونن بازی‌های کامپیوتری طراحی کنن و بسازن. اینکه هوش مصنوعی خالق خودش یعنی ما انسان‌ها رو شکست میده یا نه یه بحث جداست که مربوط میشه به آینده، اما الان هر کسی تو زمینه کاری خودش باید این پیشرفت‌های هوش مصنوعی رو حتما دنبال کنه. آدمایی که طراحی کار میکنن مجبورن خودشونو با این تغییرات جدید سازگار کنن، وگرنه حذف میشن. کم کم نوبت بقیه شغلا هم میرسه، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم.